کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. سینوهه، پزشک مخصوص فرعون. در شب چهارم از بس افسرده بودم، برای نوشیدن به میفروشی کاپتا رفتم و پس از نوشیدن همانجا خوابیدم. صبح مریت مرا از خواب بیدار کرد و من به او گفتم: زندگی مانند شبیست سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد، و در این شب سرد دو موجود تنها و غمگین که در کنار هم به سر ببرند ممکن است از حرارت بدن یکدیگر استفاده نمایند و گرم شوند، ولو چشم‌های آنها به دروغ نسبت به دیگری ابراز دوستی کنند. مریت گفت: سینوهه، تو چگونه می‌دانی که چشم‌های من به تو دروغ می‌گوید؟ اگر من به تو دروغ می‌گفتم و به تو علاقه نداشتم، دیشب بعد از اینکه تو خوابیدی من کنار تو استراحت نمی‌کردم. و من به تو دروغ نمی‌گویم، ولی تو به مناسبت اینکه یک مرتبه از زنی دروغ شنیدی و او تو را فریب داد حاضر نیستی قبول کنی. ممکن است زنی تو را دوست داشته باشد و این لجاجت است. بعد مریت گفت: سینوهه، از روزی که من تو را دیدم حس می کنم که تو نسبت به زنها بدگمان هستی، و این بدگمانی تو ناشی از این است که طبق گفته خودت یک زن زیبا و فلز پرست به تو خیانت کرد و هرچه داشتی از تو گرفت و تو را وادار نمود که از مصر بروی و چند سال در کشورهای دیگر زندگی کنی. و آیا تو نمی توانی امروز که در این شهر که هر چیز طور دیگری شده و سقف اتاق جای کف آن را گرفته و درها معکوس باز می شود، حساب گذشته را با این زن تصفیه نمایی تا اینکه بدبینی تو نسبت به زنها از بین برود؟ من آن موقع به مریت جواب ندادم، ولی وقتی که از میخانه خارج شدم تا اینکه به خانه مراجعت کنم و از بیماران بدون دوا مواظبت نمایم، گفته آن زن مرا منقلب کرد. من در آن موقع در فکر ثروت و خانه خود نبودم، حتی فکر دارایی پدر و مادرم را هم نمی کردم، ولی از یک چیز بسیار متعلم بودم و آن اینکه نفر 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 حتی قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدین بدبخت من بعد از اینکه یک عمر برای تربیت من رنج کشیدند عاقبت بدون قبر ماندند، و این درد برای من تسکین ناپذیر بود و هرچه می کوشیدم که این یکی را فراموش کنم از عهده بر نمی آمدم. در راه تا وقتی که به خانه رسیدم می گریستم، زیرا نمی دانستم که آیا باید انتقام خود را از نفر 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 بگیرم یا نه. برای من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت، و همینقدر که به چند نفر از سربازان قدری فلز می دادم آنها می رفتند و آن زن را به قتل می رسانیدند، ولی من نمی خواستم که وی کشته شود، و من قتل آن زن را برای گرفتن انتقام یک قصاص کوچک و بدون اهمیت می دانستم. و هر دفعه که به یاد می آوردم که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادرم مجبور شدم که مدتی در خانه اموات، من که پزشک فارغ و تحصیل دارالحیات بودم، شاگردی کنم و عهده‌دار کثیف‌ترین و پرزحمت‌ترین کارها گردم و مسئول این بدبختی نفر 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 بود، خون در عروق من می جوشید. من می توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف نظر کنم، ولی در آن صورت یک انسان مثل تو، ای کسی که این کتاب را می خوانی، نبودم، بلکه مانند خدای نو می شدم و من نمی توانم خدای نو باشم، زیرا کسی که انسان است روح دارد و کسی که دارای روح است از خدعه و آزار دیگران رنج می برد، کینه آنها را بلدر می گیرد و نمی تواند کینه را فراموش نماید، و فقط خدایان هستند که می توانند رنج ببینند و آزار بکشند ولی کینه نداشته باشند.
در حالی که من فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم از آن زن انتقام بگیرم، به طوری که وی دیگر نتواند جوانهای دیگر چون مرا در عهد شباب فریب بدهد. وضع تبس بدتر شد. سربازها که تا آن موقع متعرض مردم می شدند طوری جسور گردیدند که به صاحب منصبان خود حمله نمودند و شلاق را از دستشان گرفتند و بر فرقشان کوبیدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غضب نمودند. یکی از صاحب منصبان در صدد برآمد که برای استرداد طوق زرین خود پیکار کند و سربازهای سیاه پوست با نیزه به وی حمله ور گردیدند و لحظه دیگر لاشه صاحب منصب مزبور بر زمین افتاد. در همان روز از طرف فرعون مردی به خانه من آمد و به هرمهب گفت برخیز و با من به کاخ فرعون بیا، زیرا فرعون تو را خواسته است. هرمهب برخاست، خود را شست و به طرف کاخ سلطنتی روان شد و من از مذاکرات فرعون و هرمهب بعد بر اثر صحبتی که هرمهب نمود مطلع شدم. هرمهب وقتی فرعون را دید، فرعون به او گفت سکنه ی شهر تبس را مانند مرغابی به قتل می رسانند و بسیاری از زنها مورد تجاوز سربازهای سیاه پوست قرار گرفتند و اینک کار به جایی کشیده که سربازان افسران خود را می زنند و به قتل می رسانند و از فرمانده ارتش برای جلوگیری از آنها کاری ساخته نیست و من تو را مثل گذشته فرمانده ارتش می کنم تا اینکه امنیت و انضباط را برقرار نمایی. هرمهب گفت ای اخناتون، تو خود می خواستی که این طور شود و این طور شد. فرعون گفت من نمی خواستم که این طور شود و من نگفته بودم که مردم را به قتل برسانند و اموال آنها را به یغما ببرند و به زنها تجاوز کنند، بلکه گفته بودم که بدون خون ریزی آمون را سرنگون نمایند. هرمهب گفت وقتی تو به یک نفر میگویی که یک خمر شراب بنوشد ولی مست نشود، حرفی میزنی که دور از عقل است، زیرا وی بعد از اینکه یک خمر شراب نوشید مست خواهد شد و اینطور هم که تو میخواستی آمون را سرنگون نمایی، نتیجهش همین است که میبینی. اخناتون گفت اینک برو به امنیت و انضباط را برقرار کن. هرمهب گفت این کار از من ساخته نیست، مگر اینکه برای مدت 10 روز به من اختیارات کامل، یعنی اختیاراتی مانند اختیارات خود بدهی. فرعون گفت آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کرد؟ هرمهب گفت سرنگون کردن خدای آمون برای ادامه سلطنت تو لازم می باشد، چون تو اگر او را سرنگون نکنی بعد از این نخواهی توانست در مصر سلطنت نمایی و وقایع چند روز اخیر وضعی به وجود آورده که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خدایی کند. فرعون گفت پس مواظب باش هنگامی که به معبد آمون حمله می کنی کاهنان آن معبد به قتل نرسند. هرمهب گفت من قبل از اینکه به معبد حمله کنم باید سربازان را که وحشی شده اند بر جای خود بنشانم و پس از اینکه نوبت حمله به آمون رسید به تو خواهم گفت چه خواهم کرد. فرعون طوق و شلاق فرماندهی را به هرمهب داد و امر کرد که عرابه مخصوص وی را به سواری فرمانده ارتش اختصاص بدهد. هرمهب قبل از اینکه شروع به کار کند 100 نفر از سربازانی را که می شناخت برای جلادی انتخاب نمود و به دست هر یک از آنها 1 شمشیر داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسیم کرد، به طوری که به هر محله 5 جلاد رسید. سپس امر نمود که نفیر بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند. عده‌ای از سربازان که نسبت به هرمهب وفادار بودند پس از اینکه شنیدند که وی فرمانده ارتش شده، بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف هرمهب جمع شدند و وی دارای 500 نفر سرباز شد. ولی این 500 نفر دارای عرابه‌های جنگی هم بودند و بعد هرمهب با این عده در شهر به حرکت درآمد
و هر سربازی را که در حال غارت می‌دید در همان حال به وسیله جلادان به چوب می‌بست و هر سرباز که مرتکب قتل می‌شد بیدرنگ به وسیله یکی از جلادها سر از پیکرش جدا می‌گردید. به هر نسبت که هرمهوب در شهر جلو می‌رفت، دسته‌های سرباز که از غارت صرف نظر می‌کردند به او ملحق می‌شدند و او در عقب خود در خیابان‌ها و چهارراه‌ها ساخلو می‌گماشت و می‌گفت که بقیه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را بیدرنگ به قتل برسانند. هرمهوب تا بامداد در محلات تبس گردش می‌کرد و به هر نسبت که جلو می‌رفت محلات قرین امن و آرامش می‌گردید و هرچه بامداد نزدیک‌تر می‌شد دسته‌های دزدان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فجر رو به کاهش می‌نهاد. در عقب هرمهوب رؤسایی که وی در محلات گماشته بود هر آدمکش را که به چنگ می‌آوردند به قتل می‌رسانیدند و دزدها را به چوب می‌بستند. وقتی روز دمید هرمهوب به وسیله جارچی‌ها اخطار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل می‌شدند اعدام گردیدند، ولی از این میزان به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه نسبت به زنی تجاوز نماید به قتل خواهد رسید. تا نیمه روز هم جلادان سرهای سیاه پوستان را از پیکر جدا می کردند، زیرا سربازان سیاه پوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند که وضع عوض شده و دوره خودسری گذشته است. ولی بعد از نیمه روز سربازان سیاه متوجه گردیدند که چاره‌ای غیر از تسلیم و مراجعت به خانه سربازها ندارند. معهازا هر سرباز را قبل از ورود به سربازخانه معاینه می کردند و اگر می دیدند که لباس وی خونین است او را به جلاد می سپردند تا اینکه سر از پیکرش جدا کند. من یقین دارم که هرمهوب فقط برای برقراری انضباط سیاه پوستان را اینطور به قتل نمی رسانید، بلکه چون یک مصری بود از اینکه سیاه پوستان مصری ها را قتل عام می کردند بر خود می پیچید و می خواست که از آنها انتقام بگیرد. آن روز وقتی شب فرا رسید تبس امن و آرام شد، ولی طوری کشتار و غارت و ویرانی مردم را متأثر کرده بود که چراغ ها را نیفروختند و از خانه های عمومی صدای موسیقی سوریانی به گوش نرسید. ولی میخانه هایی که در آن طغیان و ناامنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست میگفت که شغل او کسبی است که هرگز تعطیل نمیشود، زیرا مردم هم هنگام شادی مینوشند و هم در موقع بدبختی. از بامداد روز دیگر هرمهوب کشتی ساز و نجارها را احضار کرد و عده‌ای کثیر از کارگران را مأمور نمود که یک قسمت از خانه های نیمه ویران اغنیا را خراب کنند و کشتی های فرسوده را اوراق نمایند تا اینکه از چوب خانه ها و کشتی ها بتوان برای ساختن منجنیق و نردبان و برج متحرک استفاده کرد. چون هرمهوب می دانست که بعد از اینکه کاهنان معبد آمون دانستند که فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگیرد و خدایشان را سرنگون کند، مذاکره با ایشان فایده ندارد، زیرا چنان مغرور شدند که محال است راضی به تسلیم شوند و چاره ای نیست جز این که مطابق فن جنگ معبد را مورد حمله قرار بدهد و حصار مزبور را بگشایند. آن روز تا بامداد روز دیگر از شهر تبس صدای کلنگ و چکش برخاست و به هر نسبت که کارگران از کشتی ها و امارات چوب می آوردند نجارها و کشتی سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج متحرک و قوچ سر می کردند. توضیح حاشیه: قوچ سر عبارت بود از تیرهای بزرگ و سنگین که سر آنها را مثل سر قوچ یا گاو می تراشیدند و از 10 تا 20 نفر تیر مزبور را می گرفتند و می دویدند
و محکم به دروازه ها میکوبیدند تا آنها را بشکنند و وارد قلعه شوند. مترجم ادامه متن. در یک شبانه روز 5 برج جنگی و مقداری نردبان و 4 منجنیق و ساخته شد و روز بعد سربازان هرمهوب از 5 طرف علیه معبد آمون شروع به هم. کاهنان معبد که پیشبینی نمی کردند که معبد آنها مورد محاصره قرار بگیرد، خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند و در این گونه مواقع از بالای حصار بر سر مهاجمین آب جوش و روغن داغ فرو می ریزند، ولی کاهنان در آن موقع نه آب جوش داشتند و نه روغن داغ. وقتی درهای معبد بر اثر ضربات قوچ سر طوری لرزید که کاهنان دانستند در هم شکسته خواهند شد، نفیر زدند تا اینکه اطلاع بدهند که دیگر مردم مقاومت ننمایند، زیرا می دانستند که آمون به قدر کافی قربانی دریافت کرده و بقیه مردم باید زنده باشند تا اینکه در آینده بتوانند باز خدای آمون را زنده کنند، زیرا اگر همه مؤمنین آمون از بین بروند دیگر کسی باقی نمی ماند تا اینکه خدای مزبور را زنده کند. بعد از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشبختی به خانه های خود رفتند. به این ترتیب هرمهوب بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطبای دارالحیات را به شهر فرستاد تا اینکه بیماران را معالجه نمایند. ولی وارد خانه اموات که آن هم یکی از مؤسسات معبد بود نشد، برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهایی که جزو کارکنان خانه مزبور هستند، یا اینکه اموات خود را میآورند که مومیایی کنند یا لاشه های مومیایی شده را تحویل میگیرند. بعد از اینکه دروازه های معبد مفتوح شد، کاهنان با عده ای از نگهبانان معبد که با آنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را احساس نکنند، در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند. آن وقت جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هرمهوب شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافت. تمام نگهبانان معبد به قتل رسیدند و عده‌ای از کاهنان نیز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند. آن وقت هرمهوب نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت: من با خدای شما خصومت ندارم، زیرا مردی هستم سرباز و مرا با خدایان نه دوستی است نه دشمنی. من فکر می کنم که اگر مجسمه خدای شما در این معبد به دست نیاید بهتر است و خود شما می توانید که مجسمه او را از بین ببرید و در این صورت من متهم به قتل خدای شما نخواهم گردید و من به اندازه یک میزان به شما وقت می دهم که در این خصوص فکر کنید و تصمیم بگیرید و بعد از آن مبادرت به حمله خواهم کرد، برای اینکه من سرباز هستم و باید امر فرعون را اجرا کنم و اگر شما بعد از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد گردید و فقط ما دقت میکنیم که شما زر و سیم معبد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبرید. کاهنان گفتند: بسیار خوب، و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفت. بعد از اینکه یک میزان گذشت، کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هرمهوب گفتند که وارد شوند و وی بعد از ورود مجسمه خدای آمون را ندید و دانست که کاهنان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خیش از معبد خارج می کنند تا اینکه بتوانند بگویند که آمون غیبت کرد، ولی در آینده آشکار خواهد شد. هرمهوب درهای گنج معبد را مهر و موم کرد و حجاران را مأمور نمود که اسم آمون را از روی سنگهای معبد حذف کنند و به جای آن نام آتون را بنویسند. بعد به وسیله جارچیان به اطلاع مردم رسانید که آمون از بین رفت و به جای او آتون
از امروز به بعد خدای مصر است. مردم بعد از اینکه دانستند که جنگ و خونریزی تمام شد، از مناظر خارج گردیدند و هنگام شب تبس مثل موقعی که امنیت برقرار بود با چراغ‌ها روشن شد. بر اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدایی آتون، تفاوت بین سفید و سیاه از بین رفت و من خود بارها دیدم که اغنیا سیاه پوستان را به خانه خود دعوت می کردند. همان شب هنگامی که برای مراجعت به خانه از شهر عبور می کردم، دو واقعه را دیدم که فراموش نمی کنم. یکی این که مشاهده کردم مردی از طبقه اشراف در کوچه‌ای از سیاه پوستی دعوت می کند که به خانه او برود و با او غذا تناول نماید، و دیگر این که یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان می آورد، ولی مردم ریختند و مغزش را با سنگ متلاشی کردند و زنها اطراف لاشه او رقصیدند، و همانها که مغز سر آن مرد را با سنگ متلاشی کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده، 10 روز قبل اگر کسی به آمون توهین می کرد او را به قتل می رسانیدند. من هنگامی که می خواستم به سوی خانه خود بروم، این دو منظره را دیدم و سر را با دو دست گرفتم و به فکر فرو رفتم، چون فهمیدم محال است روزی خدایی بیاید که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بین ببرد. با آن وقت به جای اینکه به طرف خانه بروم، عازم دکه دم تمساح شدم. آن شب شبی نبود که من بتوانم به خانه بروم، زیرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سست آنها بسیار متأثر بودم و راه دم تمساح را پیش گرفتم که با نوشیدن و صحبت با میریت خود را تسلی بدهم. وقتی آنجا رسیدم، سربازانی که مستحفظ میکده بودند و از مناسبات دوستانه من با هرمهوب اطلاع داشتند، اطرافم را گرفتند و به من گفتند مریت به ما گفته که تو باید از یک نفر انتقام بگیری و نظر به این که می دانیم که تو از دوستان صمیمی هرمهوب هستی و چون این میخانه به غلام سابق تو کاپتا تعلق دارد، حاضریم که انتقام تو را بگیریم. من از مریت سوال کردم که آیا تو به اینها گفتی که برای گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ آن زن گفت بلی، و من عقیده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری، دیگر این فرصت را به دست نخواهی آورد، برای اینکه از فردا وضع تبس عادی می شود، ولی امشب هنوز غیر عادی است و هر کس که با دیگری خصومت دارد می تواند از وی انتقام بگیرد. به سربازان گفتم با من بیایید، ولی به هوش باشید که شما امشب از فرمان هرمهوب اطاعت می کنید و اگر بخواهید برخلاف فرمان او رفتار نمایید، سرهای شما از پیکر شما جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هرمهوب را به شما ابلاغ می نمایم. این حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننمایند. سربازها گفتند مطمئن باش که ما برخلاف دستور شما که می دانیم امر هرمهوب است رفتار نخواهیم کرد. گفتم دیگر این که کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما مجبور نیستید که نام مرا بر زبان بیاورید، بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگویید که از جانب خدای آتون آمده اید تا اینکه از دشمنان او انتقام بگیرید. اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند و من سوار آن بشوم و با شما بیایم. کاپتا غلام سابق من شخصی را برای آوردن تخت روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت روان آوردند و من سوار شدم و به اتفاق سربازان به راه افتادم تا اینکه به درب خانه نفر 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 رسیدم. در آنجا من به سربازان گفتم در این خانه زنی است که از همه ی زنهایی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبایی و شکوه وی خواهید شناخت،
و به شرط اینکه بعد از مشاهده وی نگذارید با حرفهای خود شما را بفریبد، بروید و او را اینجا بیاورید و اگر مقاومت کرد یک کعب نیزه به او بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد، ولی زنهار که نسبت به او بدرفتاری ننمایید و اگر هرمهب بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبایی او را از بین برده اید، همه را به قتل خواهد رسانید. از درون خانه نفر 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 صدای آواز و ساز به گوش می رسید و عده‌ای از میهمانان او مست بودند و مدام عربده می کشیدند. وقتی سربازها در زدند، خدمه خانه نخواستند که در را به روی آنها بگشایند، زیرا فکر کردند که سربازان مزبور قادر به تادیه فلز نیستند. لکن سربازها به اجبار وارد خانه گردیدند و آنهایی که در آن خانه بودند گریختند و طولی نکشید که من دیدم یکی از سربازها نفر 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 را در یک پارچه سیاه پیچیده به طرف تخت روان من می آورد. وقتی من آن را با پارچه سیاه دیدم تصور کردم که وی مرده و سربازان لاشه او را نزد من می آورند، ولی بعد از اینکه زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاینه کردم دیدم زنده است، ولی بیهوش شده و مثل گذشته زیبا می باشد و سر تراشیدهش می درخشد. به هر یک از سربازها قدری سیم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم این بود که سربازها ندانند که من کجا می روم. آنگاه به غلامانی که حامل تخت روان بودند گفتم که مرا به خانه هم که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید. خانه من آنجا نبود، ولی من می‌خواستم که آدرس عوضی به غلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم. در خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آن را بر زمین بگذارند. خود از تخت روان خارج شدم و نفر 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 را که در پارچه سیاه پیچیده شده بود از تخت روان خارج کردم و مزد غلامان را دادم و آنها را مرخص نمودم. پس از اینکه رفتند، نفر 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 را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و به طرف خانه اموات به راه افتادم. بعد از اینکه به آنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من به ظاهر مرده ای آوردم شروع به ناسزاگویی نمودند و گفتند مگر این روزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده می آوری؟ گفتم این مرده که من برای شما آوردم با اموات دیگر فرق دارد، بیایید و نگاه کنید. کارکنان مومیایی کردن اموات مشعل آوردند و وقتی نظر به نفر 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 انداختند طوری مشعوف شدند که خندیدند و من بعد از سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را شنیده بودم از صدای خنده آنها لرزیدم. یکی از آنها به نفر نفر نزدیک گردید و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون، این زن هنوز گرم است. گفتم اگر می‌خواهید آسوده به کار خود ادامه بدهید و کسی متعرض شما نشود نام آمون را نبرید، برای اینکه خدای آمون وجود ندارد و به جای او از امروز آتون در مصر خدایی می‌کند. و اما این زن به طوری که حس می‌کنید گرم است و من او را به شما وامی‌گذارم که از وی به خوبی مواظبت نمایید و طوری بدنش را مومیایی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کافی است. وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهمیدند من چه میگویم و یکی از آنها گفت اگر من بدانم که تو این مرد ناشناس پیرو خدای جدید مصر هستی، من خدای جدید را ستایش خواهم کرد، زیرا از روزی که خود را شناختم در اینجا به سر میبرم و پیوسته اوقات خود را با مردگان که از زمستان سردترند گذراندم و هرگز اتفاق نیفتاده که یک موجود زنده را مصاحب خود ببینم و اینک به برکت وجود تو من و دیگران میتوانیم با یک زن زنده به سخن بنشینیم و اطمینان داشته باش که تا مدت 70 بار 70 روز او را در اینجا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما بازخواست کند چرا یک زن زنده را در اینجا نگاه داشته ایم، خواهیم گفت که ما
او را مرده تحویل گرفتیم، ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک گردید به جان آمد. من می دانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر در خدمت مردگان هستند و به واسطه بوی کریه که از بدن آنها استشمام می شود آنها را به هیچ مکانی در شهر تبس راه نمی دهند، محال است که بگذارند نفر 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 از آنجا خارج شود. به این ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفر 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 گرفتم. مکنون می گویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست می کند، ولی مستی آن زود از بین می رود و نمی دانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود می آید. و من به خود می گویم ای کاش انتقام نگرفته بودم. به این ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفر 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 گرفتم. و اکنون می گویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست می کند، ولی مستی آن زود از بین می رود و نمی دانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود می آید و به خود می گوید ای کاش انتقام نگرفته بودم. در آن موقع که من نفر 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 را به کارکنان خانه مرگ تسلیم کردم، برای اینکه خود را تسلی بدهم به خویش می گفتم من این کار را برای نجات جوانان در آینده می کنم، زیرا تا روزی که این زن زیبا آزاد است جوانانی ساده و محجوب چون مرا هنگامی که جوان بودم بدبخت خواهد کرد. بعد از اینکه به میکده یه دوم تمساح مراجعت کردم، مریت به طرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید و گفت سینوهه برای چی غمگین هستی؟ گفتم برای اینکه زنها همه وقت سبب بدبختی ما می شوند. وقتی ما را فریفته خود می کنند، گرفتار مغاک سیه روزی می نمایند و هنگامی که ما از آنها انتقام می کشیم باز خود را بدبخت می بینیم. مریت گفت این طرز فکر تو ناشی از این است که هنوز کسی را نیافته ای که بخواهد تو را نیکبخت کند. گفتم من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که به کشورهای آنان سفر کردم درخواست می نمایم که من از خطر کسانی که قصد دارند سعادتمندم کنند مصون بدارد، زیرا فرعون هم می خواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون بوی لاشه های مقتولین فضای تبس را متعفن کرده است. در این موقع مریت یک پیمانه دم تمساح به دست من داد و گفت بنوش و این افکار آزاردهنده را از خود دور کن. من دم تمساح را نوشیدم و همین که از گلویم پایین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفر 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 نمی اندیشیدم، بلکه در فکر مریت بودم. به او گفتم مریت من امشب خوشحالم که با تو صحبت می کنم، زیرا انتقامی که من امشب از آن زن گرفتم حساب مرا با زنها تسویه کرد. مریت گفت سینوهه اگر میخواهی بدانی زنی تو را دوست میدارد یا نه، او را به وسیله ی زر و سیم یا هدایایی که باید در آینده به او بدهی آزمایش کن. ممکن است زنی امروز از تو زر و سیم نگیرد تا اینکه در آینده هدایای بزرگتر از تو دریافت نماید، یا اینکه مثل نفر 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 تو را فریب دهد و چون به دام افتادی تو را وادارد که همه چیز خود را به او بدهی. یگانه وسیله آزمایش محبت یک زن نسبت به یک مرد این است که او نه امروز از تو زر و سیم بگیرد و نه انتظار داشته باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند. آیا تو در زندگی به این زن برخورد کرده ای و وی حاضر شد بیان که از تو چیزی بخواهد زوجه تو شود؟ گفتم آری، من در زندگی با یک زن آشنا شدم که از من زر و سیم نپذیرفت لکن حاضر نشد که با من ازدواج نماید. مریت گفت پس آن زن تو را دوست نمی داشت. گفتم او خدای خود را دوست می داشت و می گفت که باید دوشیزگی خیش را به خدا تقدیم نماید. مریت در آن شب مرا به یکی از اتاقهای خصوصی دکه برد، بانگاه حسیر خود را گسترد تا اینکه من بتوانم روی آن بخوابم. چرا مردها وقتی زنی را دوست می‌دارند
خود را فراموش می کنند و عوض می شوند و به یاد نمی آورند که در گذشته با کسی عهد کرده بودند که هرگز او را فراموش ننمایند. آیا کسی هست که بتواند بگوید وقتی یک زن مهربان و دلسوز را دید و مشاهده نمود که آن زن بدون هیچ گونه چشم داشتی میخواهد شریک شادی و اندوه او شود، پیمانی را که در گذشته بسته به دست خاطراتش نخواهد سپرد؟ با این همه من تصور نمی کنم که پیمان خود را با همسرم مینا که زندگی خود را تقدیم خدای خیش نمود نقض کردم و هرچند با مریت که با مهربانی خیش قلب اندوهگینم را شادمان کرد و مرا از تنهایی رهاند، از عهدی تازه سخن گفتم، یاد آن زن را در خاطر حفظ نمودم. من می اندیشیدم که اگر روزی فرعون به من بگوید سینوه تو علوم خود را به من بده و مردی نادان باش و من در عوض تاج سلطنت خود را به تو می دهم، من این معامله را نمی پذیرم، زیرا می دانستم زندگی کردن با نادانی ولو انسان فرعون باشد بدون ارزش است. ولی اگر مریت به من می گفت سینوه تو علوم خود را به من بده و پس از این مردی نادان باش و من در عوض همه شب با تو خواهم بود، من این معامله را می پذیرفتم، زیرا می دانستم که بزرگترین سعادت ها به سر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته باشد. در آن شب فکر می کردم که بی جهت از دریاها سفر کردم و بدون فایده به سوریه و بابل و هاتی و کرت رفتم که در آن کشورها سعادت به دست بیاورم و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و هاتی و جاهای دیگر، بلکه این سعادت به سر بردن با یک زن بود که در شهر خود من تبس می‌زیست. ولی این را هم باید گفت که انسان باید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا اینکه بفهمد سعادتی که وی طلب می‌کند در جاهای دیگر وجود ندارد، بلکه در وطن خود او یافت می‌شود. تا انسان بر اثر راهپیمایی، همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم، خسته نشود، قدر نشستن و استراحت را نمی داند و کسب سعادت از زنی که مرد را دوست می دارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد. روز بعد وقتی من از خواب بیدار شدم، مریت به من تبسم می کرد و به من گفت سینوه اگر من تو را برای زر و سیم دوست می داشتم و محتاج فلز تو بودم، می گفتم مرا از اینجا به خانه خود ببر تا اینکه بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم، لکن من احتیاجی به فلز تو ندارم و تو را برای زر و سیم نمی خواهم و به همین جهت در اینجا می مانم. گفتم مریت اگر تو مرا دوست می داری برای چه به خانه من نمی آیی که پیوسته در آنجا منزل کنی؟ زن گفت من به دو دلیل به خانه تو نمی آیم، یکی اینکه رواج اینجا بسته به من است، زیرا فقط من می توانم نوشابه دم تمساح را تهیه کنم و راز تهیه این آشامیدنی را بروز نخواهم داد تا اینکه رقیب بازرگانی نداشته باشم، لذا نمی توانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. دیگران که تجربه شده که زن و مردی که یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست می دارند، بهتر است که دور از هم زندگی کنند تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود. من اگر در خانه تو زندگی کنم، بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل مانند یکی از اشیاء خانه تو خواهم شد و تو بعد از اینکه وارد خانه می شوی میل نخواهی داشت که نظری به من بیاندازی، ولی اگر دور از هم زندگی کنیم تو پیوسته مرا دوست خواهی داشت. فصل 31 اخناتون فرعون مصر.
ورمهوب نزد فرعون رفت و به او اطلاع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و به جای او خدای آتون برقرار گردید و فرعون او را به طور ثابت فرمانده ارتش کرد و به او گفت که قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود، ولی امشب از دوستان خود در کاخ سلطنتی پذیرایی خواهد نمود. هرمهوب راجع به من با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی با تو در صحرا به سر برد و فرعون مرا به خاطر آورد و به هرمهوب گفت امشب که برای حضور در ضیافت میایی او را هم با خویش بیاور. آن وقت هرمهوب راجع به من اطلاعاتی به فرعون داد که قسمتی از آن جنبه اغراق داشت و گفت این طبیب مصری در جهان نظیر ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج می باشد و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحین را از مرگ نجات داده است. اخناتون فرعون ما بیشتر مایل شد که مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه به عنوان یک مدعو در ضیافت فرعون حضور به هم رسانیدم. توضیح حاشیه: اسم اولیه این فرعون آمون‌هوتپ چهارم بود و اسم اولیه نشان می‌دهد که او آمون را دوست می‌داشت، ولی بعد به آتون عقیده پیدا کرد و اسم خود را اخناتون گذاشت، یعنی دوستدار آتون، و او آتون را خدای واحد و نادیده می‌دانست و به درگاه خدای واحد و نادیده مناجات می‌کرد. مترجم. ادامه متن: وقتی که وارد کاخ فرعون شدم، برای مرتبه اول زنهای مصر را با مد جدید تابستانی در آنجا دیدم. این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه‌های خود را طوری دوخته بودند که جالب به نظر می رسید. و دیگر اینکه در آن ضیافت زنها دور چشم حلقه سبز به وجود آورده و گونه‌ها و لب‌ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند. هرمهوب مرا نزد فرعون برد و من دیدم که اخناتون که من او را کودک میپنداشتم بزرگ شده و مبدل به مرد گردیده، ولی صورتش لاغر و استخوانی و چشمهای او درخشنده بود. اخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در بر داشت و وقتی مرا دید گفت سینوهه، من هنگامی که ولیعهد بودم تو را دیدم و امروز هرمهوب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته ای. بعد راجع به مزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت مدتی است که من دچار سردرد هستم و هر وقت کسی راجع به چیزی که موافق میل من نیست صحبت می کند سرم به درد می آید و طوری مرا آزار می دهد که نمی توانم غذا بخورم و نه بخوابم. بعد با درد سر مرا با داروهای مخدر تسکین می دهند، ولی از این داروها نفرت دارم، زیرا می دانم که داروی مخدر حواس را متفرق می کند و مانع از این می شود که من بتوانم با آسودگی راجع به خدای خود فکر کنم. سینوه، آیا تو آتون را می شناسی؟ سوالی که فرعون از من کرد سوالی خطرناک بود و می باید با احتیاط جواب بدهم. به او گفتم بله آتون را می شناسم. فرعون پرسید چگونه او را می شناسی؟ گفتم می دانم که آتون چیزیست بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. فرعون از این جواب خوشبخت گردید و گفت سینوهه، پاسخی که تو به من دادی بهتر از جوابیست که دیگران به من دادند و اینک بگو که آیا می توانی به وسیله شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟ گفتم اخناتون، معالجه سردرد تو احتیاج به شکافتن سر ندارد، زیرا یک طبیب می تواند به طرز دیگر تو را معالجه نماید و شکافتن سر وسیله است که اطباء از آن استفاده نمی کنند، مگر اینکه هیچ وسیله دیگری برای معالجه وجود نداشته باشد. فرعون گفت هرمهوب طوری از تو تمجید کرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم که میل دارم به تو یک منصب بدهم و به طوری که می دانی سرشکاف سلطنت مرده و جای او خالی است
و من تا کنون کسی را به جای او نگماشتم، ولی تو بعد از این سرشکافه و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من میگویم که دارالحیات تو را به این سمت بشناسد. توضیح حاشیه: در مصر قدیم مانند ایران در دوره هخامنشیان روزها را به نام ستارگان آسمان می‌خواندند و مقصود از ستاره سگ عبارت از ستاره درخشان در مجموعه ستارگان موسوم به کلب اکبر است که اسم یکی از ایام مصر قدیم بود. مترجم. ادامه متن. بعد از این گفته هرمهوب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار دیگر برای صرف غذا رفتیم و هرمهوب گفت جای سرشکاف سلطنتی در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی می باشد و هرمهوب و من آنجا نشستیم. هنگام صرف غذا من دیدم که فرعون نه گوشت مرغابی و قاز می خورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بلکه یک نان را نصف کرد و شروع به خوردن نمود و به جای شراب در پیمانه او آب ریختند و نوشید. و بعد از اینکه سیر شد خطاب به کسانی که حضور داشتند گفت به ملت مصر بگویید که غذای فرعون اخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است و غذایش فرقی با غذای فقیرترین غلامان مصر ندارد. ولی بعد از آن شب من فهمیدم، زیرا خود دیدم، که فرعون گوشت مرغابی و قاز و گوسفند و گاو هم می‌خورد و شراب می‌نوشد، ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس می‌کرد که نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صرف غذا خودداری می‌نمود. مدعوین بعد از صرف غذا به اتاق دیگر رفتند و در آنجا دیدم که مردی فربه به من نزدیک شد و من بدون او را نشناختم، ولی پس از اینکه نظر به چشم‌های وی انداختم متوجه گردیدم که توتمس دوست هنرمند قدیم من می باشد. از شناسایی او بسیار خوشحال گردیدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم و گفتم توتمس، من برای دیدار تو به دکه‌ای که در گذشته آنجا تو را ملاقات می کردم رفتم، ولی به من گفتند که تو دیگر به آن دکه ورود نمی نمایی. توتمس خندید و گفت سینوهه، آخر من مجسمه ساز سلطنتی شدم و شأن من مانع از این می باشد که به آن دکه بروم، وانگهی دوستانی یافتم که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا به منازل خود دعوت می نمایند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن به آن دکه بروم. گفتم توتمس، چون تو مجسمه ساز سلطنتی هستی لابد مجسمه های فرعون را روی ستون های معبد جدید آتون تو طراحی کرده ای. توتمس گفت ما یک عده مجسمه ساز هستیم که به اتفاق کار میکنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مورد توجه هست الهام میگیریم و هنگامی که خدای دروغی آمون بر مصر حکومت میکرد ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگذاریم و در ساختن مجسمه ها و طرح تصویر ها از قوانین خدای دروغی پیروی نماییم و اگر قدری منحرف می شدیم کاهنان آن خدای کذاب ما را کافر می دانستند و به قتل می رسانیدند و آنها می گفتند هر نوع هنر که برخلاف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمند که شکلی تصویر کند یا مجسمه ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل می باشد و ما هنرمندان واقعی و صمیمی که در هنر عقیده و آزادی داشتیم چون نمی توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیروان خدای سابق تبعیت نماییم گرسنگی می خوردیم و آبجو می نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمی شد. ولی امروز آزاد هستیم و می توانیم به آزادی مشغول هنر خود شویم و هرچه می خواهیم به وجود بیاوریم. من توتمس را به هرمهوب معرفی کردم و به وی گفتم این مرد که مشاهده می کنید یک هنرمند نابغه می باشد و فرعون بهای او را می داند و به همین جهت وی را مجسم ساز سلطنتی کرده است. هرمهوب از دیدن مجسم ساز سلطنتی خوشوقت شد، ولی به مناسبت مقام خود زیاد تظاهر به مسرت نکرد، لکن توتمس و
وقتی قیافه و اندام هرمهوب را دید به او گفت: من خیلی میل دارم که مجسمه ی تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم، زیرا تو نجات دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه ی تو را در معبد جدید نصب نمایند. هرمهوب طوری از این گفته خوشنود گردید که صورتش از شادی برافروخت و من فهمیدم که علت خوشنودی وی این است که تا آن روز هیچ کس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبه کالبد او را روی سنگ مجسم می کرد. هنگامی که ما راجع به مجسمه هرمهوب صحبت می کردیم، من دیدم که وی یک مرتبه برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکوع کرد. توجه ما به سویی که هرمهوب به آن طرف رکوع می نمود جلب شد و دیدم که نفرتیتی ملکه مصر و زوجه اخناتون می آید و لذا ما هم برخواستیم و به طرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم. نفرتیتی مد جدید لباس خانم‌های درباری را پوشیده بود و وقتی به ما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم که وی انگشتر و دستبند ندارد، زیرا نمی‌خواست که به وسیله دستبند و انگشتر زیبایی خود را از بین ببرد. ملکه خطاب به من گفت: سینوهه، دست‌های من برای پرورانیدن یک پسر بی صبر است، زیرا فرعون خواهان یک پسر می باشد که بعد از او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او به مناسبت اینکه من پسر نزاییدم نگران هستیم و هر دو از خدای کذاب آمون که او را سرنگون کرده این ولی می دانیم که در کمین ما می باشد بین داریم. من دو دختر زاییدم ولی تا کنون پسری از من به وجود نیامده و چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان به دست آورده ای، به من بگو چه موقع یک پسر خواهم زایید. من سعی کردم که زیبایی وی را فراموش کنم و نفرتیتی را با چشم یک پزشک مورد معاینه قرار بدهم و به او گفتم: ای زن فرعون، بهترین است که تو آرزومند زاییدن یک پسر نباشی، برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم عرض می باشد و زنهایی که قسمت خلفی اعضای بدن آنها کم عرض است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است که هنگام زاییدن بمیرند. ملکه گفت: با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید تبابتی بکنی که من دارای پسر شوم. گفتم: ای نفرتیتی، هیچ کس غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یک زن به وجود می آید از حیث تذکیر و تأنیث معلوم نماید و من در کشورهای دیگر اطبایی را دیدم که دعوی داشتند میتوانند برای یک زن پسر یا دختر به وجود بیاورند، ولی اکثر اشتباه می کردند و هر دفعه که مشتبه می شدند زائو را متهم می نمودند که طبق دستور آنها عمل نکرده است و آنها می دانستند دستورهایی که آنها می دهند به قدری دقیق و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی نمایند و همین را دستاویز می کردند تا اینکه نادانی خود را پرده پوشی نمایند. ولی من به تو دروغ نمی گویم و اعتراف می کنم که نمی توانم دارویی به تو بخورانم که یک پسر بزایی، لکن چون دو دختر زاییده ای بعید نیست که فرزند سوم تو پسر باشد و هازا در این قسمت هم قول صریح نمی دهم. نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده گردید و من فهمیدم که گفته من او را کسل کرده است. توتمس وقتی دید که ملکه کسل شد وارد صحبت گردید و گفت: ای نفرتیتی، برای چه تو از زاییدن دختر اندوهگین می شوی؟ تو زیباترین زن جهان هستی و همان بهتر که پیوسته دختر بزایی تا اینکه دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبایی شما جهان را منور نماید. من دختر بزرگ تو را دیدم و می دانم چقدر زیباست و امروز تمام زنهای دربار مصر می کوشند طوری آرایش کنند که شبیه به او بشوند
و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم تا اینکه هزارها سال بعد از اینکه تو فوت کردی مردم زیبایی تو را ببینند و تحسین کنند و نام نفرتیتی پیوسته در جهان نام زیبایی باشد. توضیح حاشیه: این مجسمه که توتمس از ملکه مصر ساخت امروز هست و مدتی در موزه برلن بود و فعاد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست که آن مجسمه را که حفاران اروپایی در مصر کشف کرده بودند به آن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتیتی باید اینک در یکی از موزه های مصر باشد. مترجم ادامه متن: نفرتیتی تبسم کرد و معلوم شد که از صحبت مجسمه ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور گردید. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا اینکه منظره رفتن فرعون را به معبد جدید آتون مشاهده کند. مریت لباس مد جدید خانم‌ها را در بر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکره به شمار می‌آمد، وقتی من با او از میخانه خارج شدم و در خیابان‌های تبس به حرکت درآمدم، خجالت نکشیدم، زیرا مریت زیبا و موقر بود. من به اتفاق مریت به طرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مریت دست خود را روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد. من تصور می‌کنم که در آن روز تمام سکنه تبس مقابل معبد و در خیابان‌هایی که محل عبور فرعون بود حضور یافتند و در دو طرف خیابان قوچ‌ها به مناسبت وجود مجسمه‌هایی که سرشان مثل قوچ بود خیابان مزبور را بدین از گل گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم، من متوجه شدم که وضعی غیر عادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم وضع غیر عادی ناشی از این می باشد که مردم سکوت کردند. وقتی جمعیتی فقیر در یک منطقه متمرکز می شوند، چون همه حرف می زنند و می خندند، همه دائمی از آنها به گوش می رسند، ولی در آن روز در آنجا کسی حرف نمی زد و طوری سکوت حکم فرما بود که انسان را ناراحت می نمود و فقط صدای کلاغ ها و قوش ها که در آسمان پرواز می کردند به گوش می رسید، زیرا کلاغ ها و قوش ها طوری در تبس از لاشه ها سیر شده بودند که نمی خواستند بروند. هنگامی که فرعون سوار بر تخت روان آمد، من دیدم که یک عده سرباز سیاه پوست که صورت را رنگین کردند عقب تخت روان وی هستند و گماشتن سربازان سیاه پوست برای اینکه اسکورت فرعون باشند در آن روز یک اشتباه بزرگ بود، برای اینکه در بین تماشاچیان کسی وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول تبس از سربازان سیاه پوست آسیب ندیده باشند. هنوز روی صورت زنها اثر عشق به نظر می رسید و جراحات مردها التیام نیافته بود. بسیاری از مردم خانه نداشتند، زیرا سیاه پوستان خانه های آنان را سوزانیدند. فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سر داشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و در دست دیگر شلاق که از علائم سلطنتی و قدرت است دیده می شد. فرعون مانند یک مجسمه تکان نمی خورد، زیرا در مواقع رسمی که فرعون از وسط مردم می گذرد نباید تکان بخورد. سربازها وقتی فرعون را دیدند نیزه ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند. درباری ها و اغنیا هم مثل سربازها فریاد زدند، ولی این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه به صدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند. آنهایی که فریاد شادی می زدند وقتی متوجه شدند که مردم سکوت خود را نشکستند، شرمنده گردیدند و دهان بستند.
آن وقت اخناتون فرعون مصر برخلاف رسم دیرین که مقرر می دارد فرعون بین مردم مثل مجسمه بی حرکت باشد، دستها را از روی سینه برداشت، چوگان و شلاق را به حرکت درآورد تا به مردم سلام بدهد. یک مرتبه مردم لرزیدند و صدایی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند: آمون را می خواهیم، آمون خدای ماست، آمون پادشاه خدایان است. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید.